خوش آمدیم شاگردای عزیز به آخرین جلسه صنف 11 و مضمون بیولوژی. امیدوارم که از 11 فصل قبلی که با شما مورد مطالعه قرار دادیم نزد شما کدام سوالی باقی نمانده باشه. فصل آخری در مورد بایومز با هم شروع میکنیم به مطالعه کردن. یا چما باشه، در طبیعت اقلیم های متفاوتی وجود داره. کشورهای متفاوت از اقلیم های متفاوتی برخوردارن. مثلا خرس قطبی میتونه در یک اقلیم بسیار سرد زندگی بکنه، در حالی که شیر، فیل، درخت خرما اینا میتونن که در یک اقلیم بسیار گرم زندگی بکنن. پس موجودات یا ارگانیسم ها برای ادامه حیات خود به یک اقلیم خاصی نیازمندن. بعضی میتونن به هر دو محیط زندگی کنن، بعضی تنها در محیط سرد و بعضی تنها در محیط یا اقلیم گرم زندگی بکنن. و اوضاع اقلیمی در ساعات مختلف جمعیت ها به نام بایوم یاد میکنیم. پس جمعیت ها داره اوضاع اقلیم متفاوتی طبیعتی که ما در زندگی میکنیم و این به نام بایوم یاد میکنم. دو نوع بایوم داریم، بایوم آبی و بایوم خشکه، که هر کدوم از اینا مورد مطالعه قرار میدیم. ابتدا با هم در مورد بایوم خشکه حرف میزنیم. بایوم خشکه اشکال متفاوتی میتونید در اینجا شما مشاهده کنیم که اینا بیانگر بایوم خشکه. اول جنگل بارانی استوایی در این مناطق که هسته از 200 تا 400 سانتی متر سالانه در اینجی باران میباره یا چه باید باشه و درجه حرارت در اینجی 25 تا 29 درجه سانتیگراده و زیادتر زندجان ها در اینجی میتونن زندگی بکنن در این محیط. و افریقای مرکزی و جنوبی همیشه از این بایوم خشکه برخوردارن و اینجی همیشه سبزه. بعدی ساوانا، علفزارهای خشکه دنیا در اینجی قرار داره و سالانه 90 تا 150 سانتی متر در اینجی باران میباره و همچنان افریقای شرقی هم در از همین بایوم خشکه برخورداره و رماهای بزرگ پستانداران شما میتونیم در این بایوم پیدا بکنیم. بعد از ساوانا تایگا. تایگا چون باشه که یک کلمه روسیه و در این بایوم خشکه که از 25 تا 50 سانتی متر سالانه باران میباره و آوو، گرگ و خرس در اینجا میتونن به راحتی زندگی کنن و شما در این بایوم میتونیم اونها رو پیدا بکنیم. گراسلند در اینجا که است سالانه 20 اینچ میتونیم بگیم باران میباره و علف در اینجا زیاده و برای زر حبوبات مساعد زمستانی و خیلی سرده و تابستانی و خیلی گرم. خب جنگل های همیشه سبز معتدل، جنگل های همیشه سبز معتدل، همیشه هوای اینا معتدله و همیشه سرسبزم و ولایت هایی که از افغانستان و شما در حقیقت از این بایوم خشکه برخورداره نورستان، کنر و پکتیا. مناطق علفزار معتدل، در این مناطق سالانه 30 تا 100 سانتی متر باران میباره و تابستان اینا هوای اینا 30 درجه سانتیگراد گرمه و در زمستان تا منهای 10 درجه سانتیگراد هم دما پایین میایه و در این شما میتونیم اسبای وحشی پیدا بکنیم. دزرت یا بیابان، در اینجی که هست اندازه نهایی حرارت یا ماکسیمم پوینت به اندازه 50 درجه سانتیگراد و مینیمم پوینت حداقل درجه حرارتی که پایین میایه 30 درجه سانتیگراده. سالانه 30 سانتی متر باران در این بیابان ها باران میباره و آتاکانا یکی از مناطقیه که دقیقاً به کانادا و از همین نوع بایوم خشکه برخورداره و در اینجا شما میتونید مارها، چلپاسه ها اینا رو پیدا بکنید. جنگل های معتدل در این جی هم یا چون باشه که 75 تا 250 سانتی متر سالانه در این جی باران میباره و دما اینا در تابستان 28 درجه سانتیگراد و در زمستان کاهش 6 درجه سانتیگراده و خرسار شما میتونیم در این جی پیدا بکنیم. بایوم خشکه بعدی توندرایه، یک بر 5 حصه زمین گفتمی بالاخره اشغال کرده و سالانه 20 تا 60 سانتی متر در اینجی باران میباره و منفی 30 درجه سانتیگراد در زمستان دما از اینه و اینجی موش و خزه در اینجی یافت میشه و موسم های از این خیلی کوتاهه، تابستان ها روزهای خیلی طویله. و چپرال در اینجی سالانه 30 تا 50 سانتی متر باران میباره و 30 درجه سانتیگراد تابستان از این دمایه و در حقیقت 10 تا 12 درجه سانتیگراد هم در زمستان دمای همو اقلیم از این هست. در اینجی شما میتونید خزندگان و پرندگان رو پیدا بکنید. خب با شما در مورد انواع بایوم خشکه حرف زدیم، حالا میایم در مورد بایوم های آبی با هم حرف بزنیم. اول تقسیم بندی کردیم بایوم خشکه و آبی.
بایوم آبی یا چما باید باشه که به دو بخش تقسیم میشه، بحری و تازه. بایوم آبای بحری در حقیقت ما وقتی میگیم آبهای بحری از آبهای شور حرف میزنیم، و وقتی میگیم از بایوم آب تازه ما در حقیقت از آبهای شیرین حرف میزنیم. بایوم بحری که هسته یا چما باشه که دوی بر سه حصه زمین همی آبهای شور فراه گرفته و به سه بخش تقسیم میشه، قسمت های کم عمق، سطح بر و اعماق بر. در قسمت های کم عمق غیر فقاریه میتونم زندگی بکنم، و در قسمت های سطح بر ماهی و خرچنگ اینا میتونم زندگی بکنم، و در قسمت هم اعماق بر و موجودات میتونم زندگی کنم که اونا به کمیابی غذا یاسسی دارم و در تاریکی میتونم اونا خور توافق بدم. پس ارگانیسم هایی که میتونم با کم غذا زندگی کنم و خور با تاریکی توافق بدم میشه که در اعماق ابار زندگی کنم. آبهای تازه یا همون آبهای شیرین در حقیقت به چند بخش تقسیم میشه؟ لترال زون، لیمونیتیک زون و پروفاوند زون. لترال زون در حقیقت همون کنار سواحل تشکیل میده که ما اینجا میتونیم ماهی ها یافت بشیم و ماهی ها میتونن به راحتی زندگی کنن در اینجی. لیمونوتیک زون از دور از ساحل و پلانکتون ها در اینجی میتونن زندگی بکنن، و پروفاندید یا سایه عمیق هم که هستم در اینجی شما میتونیم باکتری ها به کثرت بسیار زیادی پیدا بکنیم. و همچنان ما یک بایوم دیگه هم داریم به نام بایوم زمین های مرطوب که در اینجی غیر فقاریه ها زندگی میکنن، و همچنان هایدروفایت ها و آسرخیزترین مناطق در همین بایوم وجود داره. امیدوارم با مطالعه فصل 12 به این توانمندی رسیده باشیم که سوالاتی که در اخیر فصل مطرح میشه پاسخ بدیم، و چنل ما امیدوارم که لایک بکنیم و سابسکرایب کنیم. امیدوارم که ایام به کامتان موفق باشید.